نازنین بیاتی از معدود بازیگران جوانی به حساب می آید که در اولین نقش آفرینیش در سینما موفق به کسب سیمرغ بلورین شد. وی در سال 91 به خاطر بازی در فیلم دربند موفق به کسب این افتخار شد و بعد از آن هم با ایفای نقش در فیلم‌های مختلف از جمله رخ دیوانه ابوالحسن داوودی و طعم شیرین خیال کمال تبریزی روند رو به رشدش را ادامه داد. نازنین بیاتی بسیار اهل شیطنت و شوخی است و در این باره میگوید من در کل آدم پر انرژی هستم و اگر قرار باشد کاری را انجام دهم خیلی دوست دارم به آن چیزی که میخواهم خیلی زود برسم. مثلا وقتی دارم نقاشی میکشم دوست دارم زود تمام شود، حتی اگر لازم باشد 24 ساعت پایان بیستم و انجامش دهم. ولی اصولا در نقش هایی که پیشنهاد داشتم یا بازی کردم این ویژگی کمتر دیده شد. مثلا در رخ دیوانه در صحنه تصادف هیجان واقعی خودم است، یا آنجایی که ماشین دور 360 میزند بدلکار نبود و خودم کنار راننده نشسته بودم. برایم این هیجان جذاب است. به خاطر همین دوست دارم در فیلم های هیجانی هم بازی کنم، چون احساس میکنم بیشتر تخلیه میشوم. در رابطه با دوستانم در بعضی از شرایط عجولم و تونتور رفتار می کنم، اما در بعضی جمع ها تا کمی احساس امنیت یا راحتی نکنم تبدیل به یک آدم آرام می شوم. به طور کلی بستگی به شرایطی که در آن قرار می گیرم دارد. نازنین بیاتی می گوید قبلا فیلم نفس عمیق را دیده بودم و خیلی دوستش داشتم. مثل خیلی از خانوم های دیگری که قبل از من خبردار شده بودند، از طریق یکی از دوستانم فهمیدم که آقای شهبازی برای بازی تست می گیرند. من هم رفتم دفترشان و تست دادم. دقیقا یک ماه رفت آمد من طول کشید. دو روز قبل از آن که کار کلید بخورد به من گفتند که برای نقش اول تایید شدی. واقعا جوری نبود که احساس کنم وقتی آقای شهبازی با من صحبت می کنند دارن از من بازی می گیرن یا نه. خیلی رفتار عادی داشتند. بعضی وقتا بود که تست دوربین داشتیم با خانم آهنگرانی یا آقای علوی. تست گیریم و تست لباس هم داشتیم، ولی چیزی بیشتر از این نبود. او درباره نقش کمدی خود میگوید چون آینه بغل اولین کار کمدی من محسوب میشد سعی کردم که تو ذوق تماشاگر نخورد و اگر هم قرار است بازی طنز داشته باشم خیلی کنترل شده باشد. ولی در سریال گلشیفته تقریبا همه کارکترها رفتارهایی دارند که شاید یک آدم معمولی آنها را نداشته باشد. فکر کنم حالا اگر کسی این را ببیند نسبت به نازنین بیاتی که هیچ وقت طنز کار نکرد و رفتار طنزی از من ندیده گارد نمیگیرد. نازنین بیاتی درباره ترانه علی دوستی میگوید خانم علی دوستی بدون شک یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران هستند، اما من هیچ وقت چنین مصاحبه ای انجام ندادم و واقعا نمیدانم این حرف ها از کجا مطرح شد. البته از این اتفاق ها زیاد میافتد و بارها بوده که خبرهای غیر واقعی منتشر شده. حتی یه وقتهای مصاحبه های از قول من منتشر شده که خودم خبر نداشتم که این صحبت ها را کردم. من تا یک سال پیش اصلا در فضای مجازی به شکل عمومی حضور نداشتم. بعد از یه مدتی آنقدر تعداد صفحات فیک به نام من زیاد شد و حاشیه ها و خبرهایی که در این صفحات گذاشته بودند در کنار یه سری کامنت های بد و رفتارهای زشت باعث شد که مجبور شدم یه صفحه عمومی بسازم که البته این هم پرایوت است و میخواهم قابل کنترل باشد. برای بعضی از تهیه کننده ها و سرمایه گذارها تعداد فالوور مهم است، اما من آرامش را به این اتفاقات ترجیح می دهم. با اینکه پیج من پرایوت است خیلی ها را هم قبول می کنم، ولی دوست دارم کسانی فالو کنند که در جریان باشند. در غیر این صورت یه دفعه کسی چیزی می نویسد و می رود. وقتی بتوانی تا حدودی کنترل صفحه مربوط به خودت را داشته باشی بهتر است، چون رفته رفته تقریبا یک شناختی بین من و دنبال کنندگانم به وجود می آید که ارزشمند است. خانم بازیگر می گوید
بین طراحی صحنه و طراحی لباس ترجیح می دهم یکی را انتخاب کنم، چون باید روی یکی از آنها تمرکز باشد. قبلا طراحی لباس انجام دادم، یک کار هم بود که هم طراحی لباس کردم هم صحنه و حتی صدای عروسک هم بودم، اما به خاطر تولید و تهیه کنندگی بد و غیر حرفه‌ایش انصراف دادم. طراحی لباس تئاتر را بیشتر دوست دارم، چون در انتخاب رنگ و مدل لباس دست طراح بازتر است، اما در سینما و تلویزیون محدودیت هایی وجود دارد. به خاطر اینکه تو داری برای کاری که قرار است کلی آدم آن را ببینند طراحی می‌کنی، شاید با آن چیزی که تو تصور می‌کنی نتوانند ارتباط برقرار کنند، ولی در تئاتر دستت خیلی بازتر است. می توانی یک دفعه رنگ تند یا یه مدل عجیبی طراحی کنی. برای همین طراحی لباس تئاتر برایم جذاب تر است. نازنین بیاتی درباره خودش می گوید: من درباره لباس یا اشیا شانس ندارم، اما در دوران مدرسه مثلا اگر لباسی تنم بود یا وسیله‌ای مثل مداد در کیفم بود و آن روز امتحانم را خوب می دادم، سعی می کردم دفعه بعد هم همان را داشته باشم. من به هیچ چیزی فوبیا ندارم، اما از مور یا خزنده ها کلن حالم بد می شود، اما از ارتفاع یا هیچ بازی فوبیا ندارم، وسواس هم ندارم. یک بار موقع امتحان داشتم تقلب می کردم، مراقب خودم ندید اما مراقب کلاس روبروی من را دید. داشتم به دوستم می گفتم که به آن یکی دوستم تقلب برسانم که دیدم مراقب نگاهم می کند. وقتی دیدم همه چیز لو رفته، شبیه آدم‌هایی رفتار کردم که انگار دارم با خودشان حرف می‌زنند. خلاصه مراقب آنقدر از این کارم خنده‌اش گرفت که کاری به کارم نداشت و چیزی نگفت. اصولاً جوک تعریف نمی‌کنم، چون اگر جوک خنده‌دار بگویی و کسی نخندد، حس بدی به آدم دست می‌دهد. ترجیح می‌دهم همون جوک‌های بی‌مزه را تعریف کنم. نازنین بیاتی در اولین حضور سینماییش در فیلم دربند درخشید و نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از 31مین دوره جشنواره فیلم فجر و در همه پرسی از نویسندگان و منتقدان به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن از 7مین جشنواره منتقدین سینما انتخاب شد. مادر نازنین بیاتی اهل قم و پدرش اهل تفرش است و دارای دو خواهر به نام‌های ندا و نغمه می باشد. محل زندگی این بازیگر جوان در منیری است. نازنین بیاتی در سریال عروسکی شکرستان به عنوان طراح دکور، طراح لباس و صداپیشه شخصیت‌های رویا و پیشگو با آقای حسن رادفر حضور یافت. خانم بازیگر در کنار کار طراحی که رشته اصلی او بود به بازیگری نیز پرداخت، بنابراین ناآشنا به بازیگری نبوده، اما علاقه‌اش به بازیگری از ترم 4 دانشگاه با درس مبانی شروع شد و از طریق یکی از دوستانش برای تست فیلم به دفتر آقای شهبازی کارگردان رفت و بدون کلاس بازیگر شد. وی درباره بازیش در فیلم دربند میگوید: قطعا بازی در این نقش برایم خیلی سخت بود، چون میخواستم نازنین دربند دیگر تکرار نشود و نمیخواستم در سینما تبدیل به دختر معصومی شوم که همیشه قربانی اجتماع میشود. تمام سعیم رو کردم که با انتخابهایم مانع این کار شوم. در همین فیلم طعم شیرین خیال هم شیرین دختری دانشجوست، اما قربانی نیست و با نازنین دربند خیلی متفاوت است. در فیلم دربند نازنین از محیطی کوچک وارد محیطی بزرگ می شود و به لحاظ انسانی و معرفتی دست به کارهایی می زند که خودش را دچار مشکل می کند. اما شیرین دغدغه نجات طبیعت را با استادش دارد. آنها نه آدم خاص بلکه کل آدم های روی زمین را می خواهند متوجه شرایط زیست محیطیشان قرار دهند. مسلماً وقتی بازیگری نقشی را می پذیرد، قبل شروع کار جلسه پیش تولید و دورخوانی دارد. گروه دور هم جمع می شوند و فکر می کنند که بهتر از چه قسمت هایی به کار اضافه یا کم شود.
قبل از سکانس‌های این فیلم من اگر شخصاً ایده‌ای داشتم آن را با آقای تبریزی مطرح می‌کردم. طراحی این نقش نتیجه یک رابطه متقابل و گفتمان دو سویه بود. خانم بیاتی درباره بازی در فیلم طعم شیرین می‌گوید: کار با آقای تبریزی برای هر بازیگری نعمت است. ایشان سر صحنه کاملا آرام و صبور هستند و هیچ استرسی به بازیگر و عوامل فیلم وارد نمی کنند. آدم وقتی با ایشان کار می کند خیالش راحت است و با اطمینان خودش را به دست او می سپارد، چون هرچه بگوید تفکری پشتش است. به این خاطر بازیگر هیچ نگرانی سر صحنه ندارد. خیلی خوشحالم که در فیلم طعم شیرین خیال کار کردم. غیر از تجربه بسیار خوبی که با آقای تبریزی داشتم، موضوع فیلم برایم موضوعی بسیار مهم است. متاسفانه ما چنین موضوعاتی را فراموش کردیم و فکر می‌کنیم اگر فیلمی در مورد روابط بین انسان‌ها و مسائل اجتماعی نباشد، فیلم نیست. در صورتی که اگر رابطه ما با طبیعت از بین برود، دیگر رابطه انسانی هم معنایی ندارد. آقای نادر فلاح که در این فیلم نقش پدرم را داشتند، مشاور لهجه من بودند. در دوران پیش تولید ما تمرین لهجه داشتیم و قبل از هر پلانی که می‌خواستیم بگیریم، دیالوگ‌های مربوطه را می‌خواندیم و لهجه را با هم تمرین می‌کردیم. آقای فلاح کلاً در طول دوران فیلمبرداری همیشه حضور داشتند و لهجه‌ها را چک می‌کردند.